پارلمان اروپا آزار اذیت مداوم مدافعان حقوق زنان در عربستان توسط مقامات سعودی را محکوم کرد این پارلمان در بیانیه خود ضمن ابراز تأسف از وضعیت زنان در عربستان و محکوم کردن محدودیت های آنها خواهان تغییر این وضعیت شده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد آخرین کشوری که زنها حتی در آن حق رأی نداشته و تنها چند سالی است که اجازه رای دادن دارند عربستان سعودی است آنها حتی پیش از این اجازه رانندگی نیز نداشتند زنهای عربستان این آزادی های کوچک و محدود را هم مدیون فعالان زنی هستند که پادشاه پیشین این کشور را تحت فشار گذاشتند این قوانین توسط حکومت سلمان یا دقیقتر فرزند وی محمد بن سلمان اجرایی شدند ولی همزمان همان فعالان زن معترض نیز به بحانه های مختلف ارعاب سرکوب بازداشت یا زندانی شدند. پس از چندی این فشارها کاسته شد ولی همچنان ادامه دارد. در واکنش به این وضعیت پارلمان اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که فعالان زن آزاد شده پس از فشارهای شدید بین المللی همچنان با نقض حقوق بشر و محدودیت های سخت گیرانه مانند ممنوعیت سفر مواجه هستند. پارلمان اروپا مجددا از مقامات سعودی خواسته تا فورا و بدون قید و شرط تمام زنانی که به دلیل فعالیت های حقوق بشری در بازداشت به سر میبرند را آزاد کنند بیش از صد زن در عربستان به دلیل فعالیت های اصلاحی و حقوق بشری یا ابراز عقاید خود تحت سرکوب و دستگیری قرار گرفتند و حدود 60 زن همچنان به طور خودسرانه در بازداشت به سر میبرند در حالی که اکثر زنان آزاد شده با محدودیت های سفر مواجه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر هشدار داده بود که زندانیان زن آزاد شده مجددا تحت بازداشت خودسرانه و یا آزار و اذیت و محدودیت در ابراز عقیده قرار می گیرند. مقامات سعودی ادعا می که به دنبال اصلاحات اجتماعی برای زنان هستند. از زمان آغاز ولیعهدی بن سلمان سرکوب هماهنگ مخالفان فعالان حقوق بشر و روحانیون مستقل شدت یافت و از سال 2018 فعالان زن سعودی نیز طعم تلخ سرکوب های سیاسی را چشیدند به گفته فعالان نقض حقوق زنان توسط سعودی ها در حال افزایش است و این واقعیت دردناک زنان سعودی را وادار به فرار برای داشتن امنیت در خارج از کشور می کند ریاض مدت هاست که به دلیل نقض حقوق زنان و به ویژه بازداشت مدافعان حقوق زنان سعودی در سطح بین المللی مورد انتقاد قرار می گیرد حال باید دید تلاش مدافعان حقوق بشر می تواند بر سیاست مدعیان آزادی و یا پول و نفت عربستان سعودی پیروز شود یا نه